بینندگان عزیز تلویزیون آفیانا سلام برشما. با برنامه نشست در خدمت شما هستیم در این برنامه مل پاسوال سید احمد سامی قماندان زون 606 انصار در غرب افغانستان مهمان برنامه ما هستند جناب قماندان سب خوش آمدن به استیدیو تلویزیون آریانا هرات تشکر سلامت باشین به شما و بینده های عزیز تلویزیون آریانا سلام احترام تقدیم میکنم تشکر جناب قماندان سب لطف کنین در مورد اوضاع امنیتی در غرب افغانستان در سال جدید امنیتی اگر برای بینندگان ما معلومات رای کنید بسم الله الرحمن الرحیم البته به تمام بیننده ها خصوصا بیننده های که در حوزه غرب تشریف دارن آگاهی دارن معلوم هستن که وضعیت در سال جاری 91 که ما امروز در 29 روزی از قرار داریم در سطح چهار ولایت ما وضعیت تقریبا نرمال است صرف یک حادثه ای که چند روز پیشتر در ساحه ولسوالی گذره صورت گرفت البته این حادثات است که در تمام مناطق افغانستان و بعد از کسوارای خارج هم در حادثات این انفجار و انتحار صورت میگیره باقی مسائل در ولایت غور، در ولایت بادغیس، در ولایت فررا و در ولایت هرات با شمول وضعیت نرمال است کدام حادثه دلخراشی رخ نداده و امروز مخالفین و دشمنای وطن تا مقاومت روبرو با پلیس و ارگانهای امنیتی خود نداره صرف در بعض جاهایی که اونا اگر موجود هم هستن یا دسترسی هم دارن صرف با ماین ما ها یگان انتحار انفجار و بعضا در بعض از ولایات با افراز یگان کمین میخواه اوزار مختل بسازه در مقابل پلیس ما آمادگی خوبی را داره و میتونه هر آن اونا را سرکوب بکنه قل و قمه بکنه و اونا را از بین ببره و امنیت خوبتر به مردم شریف زون غرب آماده بسازد تشکر چون کمیسیون سه طالبان اخیرا هشدار دادن که در سال جاری اوضاع کنونی در افغانستان بر هم می‌زنند. نمونی از او چند روز پیش در ولایت کابل بود و چند روز قبل در ولسوالی گذره که شما یاد کردین. آیا آمادگی کامل در مقابل عملکردی اشتاری طالبان از طرف پلیس است؟ البته پلیس و سایر نیروهای مقیم در زون غرب آمادگی های, آمده های کامل را در مقابل پلان های شومی دشمن از خود داره شما در این رواخر یا در روزها می که پلیس ما به شمول پرسنل اردوی ملی نظم عام ریاست امنیتی ملی حتی پلیس سرحدی در بین شهر با ایجاد پسته های اضافی چک های اضافی و تلاشی ها پلان های منظمی را دارد تا از این وحشت و دهشت طالبا و از این پلان های شومی از جلوگیری کرده باشیم تشکیلاتی که نیاز است برای قرب افغانستان به ولایت فرا بادغیس قور در اختیار شما طرف وزارت داخلی شما... شده شما در جریان هستین که چند قبل جناب محترم استر پاسوال محمدی وزیر امور داخله به زون غرب تشریف آورده بودند اونا تقریبا مدت پنج روزه در ولایت چارگانه زون غرب سپری کردن و وعده های هم سپردن های از جمله وعده های اکثریتشان عملی شده مثال اضافه شدن یک تعداد از پرسنل در ولایت غور در ولایت هرات و تشکیل مستقل یک کندک شارا کی سابق به نام گارنیزیون مربوط دلارام بود امروز کندک مستقل شده مربوط قماندانی امنی ولایت فرا که ساحه فرا را در شارا و نو تدابیر امنیتی جدی میگیره اما ممکن شما در ظرف 15 روز اخیر هیچ گونه به امنی را دو ساحه نشنیده باشین و توجهی که مقام وزارت امور داخله به پلیس من جمله به پلیس زون غرب داره در آینده ها ما خوبتر تجهیز خواهد شدیم از دیگاه تشکیلاتی بالا رفتیم و خواست مردم خدا کنه خدا ما را توفیق بده جوابی درست گفته بتانیم تشکر جنم قومدان در ولایت غور شهروندان قور غور و مقامات محلی غور از موجودیت صدها فرد مسلح غیر مسئول نگران هستند در این قسمت اگر بگوین که اقدامات برای خلصلای افراد شده و دلیل چیز که تای ده سال با وجود پروسه دیدیار دی و اینا هم که شد هنوز نگرانی در اون منطقه وجود داره البته ما هفته قبل با جناب محترم وزیر امور داخله در غور سفری داشتیم اونجا با ما حسین و مردم غور هم صحبت داشتیم که با هم یک داد مردم از این چیز آزرده بودن و یاد میکردن همچون مسائل امروز نظر و تصمیم مقام وزارت امور داخله و ریاست جمهوری یک نفر قماندان امنی که بتانه این وظایف به درستر به وجه احسن پیش ببره تصمیم گرفتن او را در اونجا مقرر کردن که از دیگه ولایت هست گرچه قماندان قبلی هم در اونجا کار مسمیر انجام داده و کار را انجام نداده که او باعث خجالتی پلیس بوده باشه و باعث سرفگندگی خودش باشه این کار را اونا هم انجام نداده باز هم به حساب مسلک پلیس یک آدم سابقه دار تحصیل کرده مسلکی در اونجا توضیف شد و ما میخواییم در ساحه زون غرب در مورد ای که افراد مسلح در اونجا هست ما تصاویم و پلان های داشته باشیم در آینده های نزدیک شما شاید از این خواد که هم راهی که در غور رفت آمد بکنیم برای ترافیک برای دائم باز خاد بود و هم ما میخواهیم مردم از شر افراد ناسالم و افراد مسله غیر بچور خلاص بکنیم تشکر جناب قومنان بعد از یک وقتی کنشا دوباره با مجدد جناب کماندان صاحب آیا با تغییر و تبدیل فرمانده پلیس میتونه افراد مسلح غیرمسئول در او ولایت غور که نگرانی مردم در پیداره داره کاهش پیدا بکنه البته شما میدانین رهبر رول خود داره ما ایره هم نمیگیم که با تبدیلی صرف یک کماندان وضعیت دیگرگون شود مگر این میگیم که در هر جامعه و در هر اجتماع در هر اداره رهبری رول خدا داره اگر رهبری سالم بوده باشه در پاینا تاثیرات خدا داره و پاینا کار درست میکنه و ما هم کش میکنیم با اونا همکاری بکنیم از سطح زون با کمک قلوردو و سایر ارگان هایی که در سطح زون هستند با همکاری از او ما عملیات های پلان کو بکنیم در غور بریم عملا در اونجا باشیم با, اون، با مردم صحبت بکنیم توجه مردم جلب بکنیم تا مردم آماده شود که که افراد مسئله غیر مسئول داره از این مسائل دست بکشه سلاحشان را به دولت تسلیم بکنه یا سلاحشان را به زمین بگذاره و خودشان به زندگی عادیشان دوام بته و باعث آزردگی مردم نشه. آماری هم وجود داره که چی تعداد هستن در ولایت قوم افراد مسلح؟ اینطور آمار دقیقش به هر ترتیب پیشتر قسمی که شما گفتین ممکن از صد بالاتر از این با مسلح باشه از ها گفتین تقریبا دقیق است تشکر جناب کمیدان مسئولان در ولایت آزه قرب میگن که اطبای کشورهای خارجی در میان طالب هستن و اونا سازماندی اکثر عملات به دوش از جمله موضوع اخیرا ولسوال ولی ولسوالی و بالا مرقاب ولایت بادغیس در یک انفجار زخمی شد و سپس جان باخت میگن کار کسایی است که کس از بیرون از کشور سازماندی بشه و مخالفین هم که هستند در میان اطباء بیگانه آ چنین افراد شما تا بال بازداشت کردن در چریانی مدت البته ای که مردم میگه مردم به همه طرف ارتباط داره هم کسایی است که دوست شاشنایش یا خیش قومش به طرف مخالفین هم از اونها دقیق میدانند که در بین مخالفین امروز خارجی ها مثل چیچینی ها باشه و باشه یا پاکستانی ها باشه عرب ها باشه در بین ها هست اگر ما دلیل قانی خوبی نداشته باشیم که ما دسکر کردیم نامشه بگیریم فلانی است، در سایر ولایات در سایر زون ها مثل پکتیا، پکتیکا، جلال آباد دهی ساحات و واقعا هم در بین مخالفین خارجی ها دستگیر شده در کابل دستگیر شده که هم شهر شو ما شما از طریق رسانه ها خصوصا رسانه های تصویری اونا را ملاحظه میکنیم میبینیم ما ایتر باید عرض میکنیم که بله در بین مخالفین ما در بین دشمن های عزی وطن خارجی ها هست خارجی ها مداخله میکنه و اگر مداخله خارج نمی بود در وطن جنگ در سی سال دوام نمی کرد درست موضوع دیگه جان قبلنس پلیس محلی است که اخیرا تشکیل از این منظور شد از طرف وزیر سبت داخله در حوزه قرب چی تعداد قرار است به صورت کامل در چند ولایت کس منظور به صورت اینا مستقر بشن و یک سری نگرانی های هم در قسمت افراد هست که اینو آموزش ندیدن اینا اعتمال داره که بعدها سلاحی که به رو داده میشه در سرقت و همسال هست اینا هستی استفاده بکنن داریم. امروز ما تشکیلات پلیس محلی را در سه ولایت زون غرب داریم که یکی ولسوالی شندن در ولایت هرات هست ولسوالی بالامرغاب و ولسوالی قادس در ولایت بادغیس هست ولسوالی خاک سفید و یک ولسوالی دیگه هم در ولایت فرا داریم که مجموعا 825 نفر تا امروز دیسی سه ولایت تعلیم و تربیت دیدن مسلح شدن در قریجات و در محلات خود در خدمت مردم خود هستند تا امروزی که اینا مسلح شدن تعلیم و تربیت دیدن ایتور شکایت از طریق مردم برای ما نرسیده که اینا مثال به دزدی دست داده باشه به با سرقت دست داده باشه به با آدم کشید دست داده باشه مردم از یه آزورده باشه ایتور گپی را ما نشنیدیم در هر جایی که هست به خاطر تامین امنیت محلات خرجات خود موثر تمام شده و این پروسه البته جریان داره ای در یک دو سوالی مثل گلستان فرا و در چشت شریف اوبی در ولایت هیرات و در بعض از ولسوالی ها در ولایت بادغیس ممکن اینا دوباره ایجاد شوه همی دقیقی که ما با شما صحبت میکنیم پنج دقیقه پیشتر خبری رسید که در ولایت فراه در یک از ولسوالی دیگهش صبح فردا یا پس فردا کار تعلیم تربیه از یه شروع میشه. شما گفتین که اینا بدون از تعلیم تربیه دوازایف گماشته میشه. اونطور نیست. هر کسی که به پلیس محلی جذب میشه، این پروسه که یک پلیس ملی جذب میشه، این پروسه دوام تکمیل میشه. امیدتر تزمین از جا گرفته میشه، دو نفر نور زمانت میکنن. ارگان های کشف اونا رو تصدیق میکنه از شورای ولایتی اونا رو تصدیق میکنه امضا میکنه آدم های خوبی از اره ما در پلیس محلی جذب میکنیم در قدم نخست تا, تا این حال سلایش، مهماتش، البسهش و تعلیم تربیش از طرف دوستای امریکایی میشد و سر از امروز فقط تعلیم تربیه و تدابیر امنیتیش تا زمانی که تعلیم تربیه میشه از طرف دوستای امنیتی صورت میگیره البسهش، امکاناتش، سلایش، مهماتش همه چیزش از طریق پلیس، از طریق وزارت امور داخله و قماندانی زونی ساحوی 66 انصار در غرب اکمالات میشه توضیح اکمال همه چیزش مربوط خود ما هسته و دوستای امریکایی صرف چون پلیس محلی یکی از طرز ملایش که در صحایی که که دوج امنیت نباشه تحت تاثیر مخالفین بوده باشه در ساحه کاسی پذیر باشه در اونجا تعلیم تربیه میشه در اونجا بیزایش ساخته میشه و او خاطر یکی از قوات های دوستای امریکایی در دو مستقر میشه پایگاه میگیرن در اونجا مدت یک ماه کنیم ماه یا دو ماه در هر گروپ 40 نفر الا 50 نفر جذب میشه بر یک ماه یا 45 روز اونا تعلیم تربیه میکنه اینا با جامعه تقدیم میشه تشکر از شما جانب قومدان صاحب دوباره برمیده تشکر از شما هم بسلام مجدد جناب قومدان صاحب در جریان این مدت در ولسوالی شندن چندین بار سر پلیس محلی عمله صورت گرفت و مسئولان محلی در ایبولیس ولی گفتند که به دلیل اینکه امکانات لازمه که برای پلیس محلی باید داده شه اینا داده نشده و با همین دلیل طالبان سر از زودتر نسبت به پلیس های خود آموزش دیده که در خود پلیس اطراسکن و دیگه آموزش میبینن زودتر سر از حمله میکنن و تلفات بیشتر میبینن در این مورد اگر کنید؟ اینا ایترست که شما میدانین در نظام در پلیس در اردو همه چیز مطابق تشکیلات توزیع میشه اگر مثال در تشکیل پلیس محلی سلاح کلاشینکوف گنجانده شده باشه ما نمیتونیم به او راکت توزیع بکنیم یا سلای پیکا با او از در تشکیل گنجانده شده باشه ما نمیتونیم برای از زیر پشت توضیح بکنیم هر چیز مطابق تصمیم مقام وزارت امور داخله مطابق تشکیل برای از توضیح میشه که امروز مطابق تشکیل سلای که گنجانده شده برای از سپرده شده حتی مهماتش طور وافر برای از اکمال است علت از که بالای پلیس محلی یگان حملات در شندن صورت گرفته فکر میکنم از کمبود تعلیم تربیه و نظام نظم ممکن ضعیفتر بوده باشه یکی خانه بره و دیگه ایش در پستا باقی باشه که کمبوتاتی در پستا هایشان بوده باشه به با این خاطر از خالیگاه دشمن استفاده بکنه و برای ها تأثیرات بگذاره حمله بکنه ما ایره حتما پیدا خواد کردیم الا تعامل انگیزیشه و امو خالیگا و نواقصی که بوده در آینده های نزدیک این خالیگا و نواقص پر خواد شد که در آینده دشمن نتانه به سر بالای از او حمله بکنه بر از او آسیب برسانه تشکر جمع قومندان ش... مسیر شورای حراط قندهار تا منطقه دلالان که بوده خود فرمانده زون پلیس است این اه... در این اواخر باز دوباره ناامن شده راننده های موترهای باربری شکایت دارن از اینکه بیتوجهی صورت میگیره و چندین بار سر موترهای اکمالاتی نیروهای آی صف و موترهای باربری حمله شده این موضوع برخی از مقامات در ایراد این کار شرکت های ترانزیتی عنوان میکنن که رقابت های ناسالم است این موضوع را شما تایید میکنن رقابت های ناسالم باعث نامنی بشه؟ البته نه یکی دو ناامنی در دو ماه گذشته در مسیر شارای هیرات قندار خصوصا در ساحه دلارام و توت صورت گرفت ای که مردم و مقامات تفسیر میکنه ای گپ دور از حقیقت نیست ما میتونیم را تایید بکنیم و یگان گپای بین کمپنی ها باید موجود بوده باشه و مسائل دیگه دشمن به خاطر اقتصادشان بخ که یگان چیزی از را به دست بیاره اینا یکی دو حمله در بسیر را کردن در حمله سیومی قوتهای اردو اردوی ملی قوات های ملی یک ضربه کوبنده را در ساحه توت یک ساحه به نام توت هستند در اونجا بر ها وارد کردن که تقریبا بالاتر از سی سی و چند نفر اونا کشته دارن چندین میل سلا دست ما آمده و از تاریخ تا به امروز که بالاتر از اج روز شده کدام حادثه واقعی دای مسیر رخ نداده یگان انفجارات یگان ماینگزاری ها هست او را هم سربازا پرسنل پلیسی ملی از پستاشان از طرف صبح پیش از اینکه قطار رفت آمد شروع شوه اونا را کش میکنه خونسا میکنه بعد از دو قطار مسیر میره و میاید و کندکی که پیشتر گفتم در این مسیر جدیدا تشکیل شده با کمیت زیادتر از سابق مثال سابق 200 باشه ولی 300 بالاتر از شده باشه به با این کمیت اونجا کندکی تشکیل شده و رهبری قطه سابقه که از اینجا تا دلارام مربوط این دلاران بوده رهبری قطعش رئیس ارکانش قماندانش همهش تصمیم گرفته شده تبدیل شده نفرای جدید و نفرای مسلکی نفرای درست به اوج اعزام شده امیدوار هستم بالاتر از این واقع و واقعات در اونجا رخ نده تشکر در بولیسوالی بالا مرغاب در مسیر سرک حلقوی اخیرا چند نامنی اتفاق افتاد و گویا باز کار پروژه سرک حلقه ویر به تعویق انداخته آیا به تعویق افتاده یا نه خیر تابال این مطلب دقیق نیست رای کار سرک حلقه به تعویق نفتاده امی روزای اخیر پیشتری که من شما ذکر کردم یک قطار ما به ارتباط سروی امی سرک از ولسوالی بالا مرغاب تا ولسوالی غرماچه سفر کرده بود که در بازگشت با تأسف پیش از اینکه جنگ شوه موتر حامل ولسوال والومرغو بایگمین حسابت میکنه کی دای مین ونا شایدن مجروح شه بل اخره بعد از 3 روز در شفخانه ونا جان میوازنه تاسفونه و کار سرک حلقوی او پروژه سرک حلقوی در ولایت بادغیس فعلا ادامه داره سرویس البته ino تا سرویس شوه باذو کار عملي شروع شوه دررس تشکر جانم غمدان سپ در ولایت قور مسیر شورای هرات قور او هم شده به دلیل ناامنی کار از او به تعویق افتاده و در خود ولایت بادغیس شورای هرات بادغیس همچنان شما از امنیت صحبت میکنید اما راننده نگران از هستند میگن چند سال از که مقامات وعده میدن اما هیچ کاری صورت نمیگیره شما دقیقاً حدود چند ماه شده در بیس مسئول قومندانی زون تعیین شدیم چی وعده ای میدیم در قسمت به اتمام رساندن این پروژه در قسمت امنیت ارفه البته امروز ما دقیقاً سه ماه پره شده که در در زون غرب در وظیفه فعلی هستم در ولایت بادغیس کار سرک پروتوکول شده و از لامان الا از دریبوم ترشتا تا بالا مرغا پروژهش و روی دست هست. کار سرویش تقریبا رو به اکمال است انجینرایش آمده قرارگاهش فعلا در ساحه خود ولایت بادغیس است این کار ادامه داره امیدوار هستم که در آینده های نزدیک کار عملی ساختن سرک در اونجا آغاز پیدا بکنه در مورد ولایت غور اگر شما تلویزیون ها و ایگپا را چیز کرده باشین در این روزای اخیر از شورای وزیران فیصله شد کار سرک هرات غور و یم شروع خواهد شد هزینه از یم از طرف دولت معیا شده و یم پروتکل خواهد شدن در یک کمپانی به قرارداد داده خواهد شد کار از ایم شروع خواهد شد اه شما میدانین که از اینجا تا ولسوالی چشت ما کدام مشکلی به خاطر امنیت در مسیر راه نداریم و چیزی مشکلی که باشه از ولسوالی چشت شریف تا مرکزی غور دو ساحه هست پیشتر عرض کردم که پلانای روی دست است ما انقریب دایی را های را سازمان بتیم با کسایی که دایی راه زندگی میکنن با اونا تفاهم صورت خواد گرفت و کسایی که دزدی میکنن سرقت میکنن راه را, را میگیره اونا سرکوب خواد شد و این را باز خواد شد تشکر جنوب در هرات موضوع اختطاف هنوز هم برای مردم و مسئولان نگران کننده است. اخیرا وزیر داخله که حیرات آمدن این موضوع از نزدیک بررسی کردن و وعده سپردن که در قسمت براندازی اختطاف کرا کار عملی صورت بگیره. کار عملی که قرار صورت بگیره چی است؟ چی پلان های داره در قسمت؟ البته شما میدانین چندی قبل از طریق تلویزیون ملی قماندانی امنی ولایت هرات کاری که در مورد صورت گرفته و اعلان کردند. گروه بسیار قوی را از ساحه شهر هرات قماندانی امنی هرات را دستگیر کرد پیلن دویسیشن در ساران والیس امیدوار استم جزای اعمال خود ببینه و تقریبا مدت یک ماه یا چیز کم زیاد میشه کدام اختلاف هم در بین شهر صورت نگرفته و قماندانی امنی هرات تدابیر جدی را در مورد جلوگیری از اختلاف ها دارن امیدوار استم امنیت که تا فعلا که دوام داره دوام پیدا کنه و می مسائل نام شومی که به نام اختلاف است را دوباره نشنیم تشکر اخیرا رئیس جمهور کشور اعلان کرد که قرار است تا سال 2013 و یا دور سوم انتقال انتقال مسئولیت های امنیتی به پایان برسه آیا در حوزه غرب آمادگی به صورت کامل هست نیرو دارین تجهیزات دارین اصلا من نمیخوایم به حیث یک فرد نظامی بالای صحبت های رئیس جمهور صحبت بکنم ما انتقاد بکنم یا بگویم که میشه یا نمیشه زمانی که به اسکر امر شد به هر گونه وسیله که باشه باید تدابیر بگیره شرایط آماده بسازه گپ امر خود به اونجا تطبیق بکنه امکانات لازم شما داریم؟ باید ما داشته باشیم امکانات اگر نداشته باشیم امکانات معیا بکنیم و تدابیر امنیتی مطابق امر بگیریم در سال 2014 قرار خارجی از افغانستان برند از نظر شما آیا خود نیروهای افغان می امنیت کل افغانستان به ویژه حوزه غرب تامین کنند این خو پلان است پلان رهبری است پلان شورای وزیرا و رهبری دولت و دوستای خارجی هست ما امتحانی که در طول مدت که دوره اول و دوره دوم از تسلیمی قدرت گذشت رو به بهبودی هست از این ما فکر میکنیم که مردم ما از جنگ خسته شده باشه و یگانه بحانه که قوتهای خارجی در اینجا هست کشور اشغال شده با برامدن قوتهای های بین المللی این بحانه هم ختم خواد شد و امیدوار هستم این مثبت تمام شده ما بتانیم که بعد از سال 2014 یک زندگی آرام و داشته باشیم نگرانی های وجود داره که در سال 2014 وقت که خارجی از افغانستان ترک وضعیت امنیتی بدتر از فعلا بشه به دلیل که هنوز هم گفته میشه کشورهای همسایه دست در برهم زدن امنیت دارن در این مورد البته هنوز هم دو سال ما در پیش تقریبا داریم ما امید ما آرزوی ما است که در دو سال پلیس اردو ملی تمام قوت‌های امنیتی مملکت ما تجربه خوبتر پیدا بکنه از نگاه تعلیم و تربیه اینا خوب و آزماده شوه و هم از نگاه کمیت بالا بروه ما قدرت از پیدا بکنیم که از وطن خود خود ما دفاع بکنیم نقش قاچاقچیان مواد مخدر در برهم زدن امنیت در حوزه غرب تا چی انداز است چون ولایت ایراد با دو, با دو کشور همسایه هم مرز است فرا با کشور همسایه هم, هم مرز است ولایت بادقیس با کشور همسایه امرز هم است قاچاقچی های مواد مخدر در این مناطق زیاد رفت آمد دارند اینا هم آیا در هم زدن امنیت نقش دارن؟ آه البته قاچاقچی ها آه و آه طالب ها فکر کنم برادر همدیگر هستند یا اینا در همه منابی شریک هستند او کسایی که امروز در کو در کوها نام مخالفین و نام طالب سلا داره در مقابل دشمن در مقابل دولت اونا استادگی میکنن یگان تخریبات میکنه مین گذاری میکنه اکثریت حاصلشان یا دستاورد پولیشان یا مسائل اقتصادیشان از طریق قاچاق مواد مخدر و کشت مواد مخدر امروز مردم ما نمیخواید که این بوته حرامه کشت بکنه و خود دی ملوث بسازه مگر این قاچاقچی ها و کسایی که دید دست میزنن اونا وادار میسازه که را کشت بکنه و حاصل از بگیره امروز خوشبختانه که در ولایت هرات تقریبا این موضوع صفر شده صرف در ولسوالی شندند یک مقدار مواد مخدری که مانده اونجا هم کمپاین قوی دوام داره که امروز تقریبا یک ماه میشه یک ماه سپری شده که با یک قوت قوی همه روزه 200 جریب 300 جریب تا 500 جریب زمین از کشت کوگنار پاکاری میشه و در سایر ولایت در... در سایر ولسوالی های ولایت هرات خوشبختانه کشت مواد مخدر در اونجا نیست قاچاقش هم کم است در ولایت بادغیس ما نداریم بسیار کم است در ولسوالی بالا مرغاب. و در ولایت غور خوشبختانه به کلی نیست در فرا موجود است در اونجا هم کمپاین مه و کشت خوشخوش ادامه داره پلیس ما خصوصا پلیس مواد مخدر در همه ولایات تشکیلات خود داره عملیاتای های منظمی به خاطر از بین بردن از بین بردن و گرفتاری قاچاقچی ها پلانایی دارن که اونها تطبیق میشه و شما میدانین در اواخر تقریبا 14 تن موادی که گرفتار شده بود و مزدر عام که خود موین مواد مخدر از وزارت امور داخل هم تشریف آورده بودند به حضور داشت حیات رهبری مقام ولایت هرات تنها در ولایت هرات بالاتر از 14 تن مواد حریق شد همچنان این پروسه در ولایت غور در ولایت بادغیس در ولایت فرا گرفتاری و حریق ساختن از با دوام دارد و قانون مواد مخدر ما کوشش میکنیم که تطبیق بکنیم در قانون مواد مخدر این است که کسی که کشت میکنه کسی که ترافیک اجرا میکنه قاچاق اجرا میکنه کلش مجرم هست ما میتونیم یا پلیس مطابق قانون مواد مخدر صلاحیت ازیره داره که دهقانی که او را کشت میکنه او را هم در پنج قانون بسپاره او بندی شوه تا در آینده دا دست نزنه گرفتارم کردیم در جنانی بله حتما در ولسوالی شنډن وظیفه سپورده شده دی اقینی کې راکشت کده باید گرفتار وکنند او در پنځه قانون وسپارند چه تعداد د قچقچوي مواد مخدر شما گرفتار کړید په 14 تن مواد مخدر من تعداد دقیقش یادم نیس دقیقش برمتاوله فکر نکردم نه ورډم به خود دقیق یو تعداد قاچاقباره مواد مخدر دسگیر شوده بالاتر از ده نفر در مدت سه ماه تنها از طریق خود قرارگاه زون صحاوی گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده از ولایت دیگه هم در هر ولایت پنج نفر ده نفر در مدت گرفتار شده اگر طول سالش حساب کنیم بالاتر از صد باید بوده باشه چون قمنا تشکر از که دعوت شما را رفتیم و به استدیو آرگانا هرات آمدیم شما سلامت باشین که عرایز ما را و کارهایی که در جون شاهای در شاهای پلیس انجام شده بود و از مردم رساندین یک جان تشکر سپاس از شما تشکر از شما بینندگان عزیزه تلویزون آرگانا هم تشکر